سلام آقا جلال. سلام، تشریف آوردین؟ آره، حالا چطوره؟ خیلی ممنون. هم نیومدن؟ نه هنوز، گفتن ساعت 11 تشریف میارن. آه خیلی خوب. آخه این عکس رو قاف کردی؟ خدا رحمتشون کنه. خدا رحمت کن. نمیدونی چه کارمون داره؟ معلومه دیگه، خانم حتما میخواد بیرونمون کنه. ای بابا، آقا جلال چرا نفوذ بد میزنی؟ شاید میخوان خودشون دفتر رو را بندازن. خودش؟ ما از این بختا نداریم خانم. اصلا این آقا چی کاره هست ها؟ تا بال کجا بوده؟ من به شما قول میدم اول ما رو بیرون میکنه، بعدم وسایل اینجا رو حراج میکنه، آخر سرم خود دفتر رو میفروشه. خدا رحمت کنه آقای رکن آبادی رو، چقدر به این دفتر علاقه داشت. نه آقا جلال، من فکر نمیکنم پسرش همچی کاری بکنه. حالا میاد میبینین این خط این نشون. آخ تو کجا میدونی؟ مگه میشناسیش؟ اونو که نمیشناسم، ولی بخت سیاه خودمو که میشناسم که اصلا روی پیشونی نوشته. الان خانم من 20 سال اومدم تهران، تا بال 13 تا صاحبکار عوض کردم. دور از اون شما یا همشون مردن یا ورشکست شدن. اصلا پیشونی نیست که تخت سیاست. آه از دست تو آقا جلال. کیه؟ دفتر مرحوم رکن‌آبادی بفرمایید. سلامت کو. به شهاب و شاهین بگو یه دقیقه ساکت باشم من بفهمم تو چی میگی. خب معلومه عزیزم، اول صبحونه میخورم بعدن نهار. آره جون خودت، بعدش هم بریم مدرسه. خیلی خوب، خیلی خوب. کدومشونه داره میگه من ساندویچ میخوام؟ من صداشو شنیدم. بگو غذای به این خوبی مگه چشه؟ تو هم؟ واقعا دستم درد نکنه با این دختر بزرگ کردنم. آخه بابا کی دیده که اول صبح ساعت 11 آدم بره ساندویچ بخوره؟ خیلی خوب بابا، من که از پس تو بر نمیام. باشه بریم بخرین، اما بدون نوشابه، قند داره واسه تون ضرر داره. خیلی خوب. باشه باشه، نوشابه هم بخریم. سلام آقای رکن‌آبادی، مجددا تسلیت عرض میکنم. سلام آقا. سلام علیکم آقا. سلام عرض کردم، تسلیت عرض میکنم آقا. ایشالا خدا پدرتون رو رحمتشون کنه. ایشالا دور از جون شما هرچی خاکمونه بقای عمر شما باشه. آقا جلال مزاحمشون نشین لطفا. نه خواهش میکنم. شما باید خانم بهارلو باشین. بله، من حدود 7 سال منشی مرحوم پدرتون بودم. بله، خسته نباشید واقعا. خیلی متشکرم. شما که منم کوچیک شما جلالم. 5 سالی میشه اینجا آبدارچی هستم آقا. گروه از اون شما اون خدا بیامرز هم خیلی از ما راضی بودن. خدا رو شکر شما بزرگ باشید. خب من امروز از شما خواهش کردم که تشریف بیارید اینجا بیشتر به هم آشنا بشیم، به همین که ببینیم اساساً چی کار میشه با این دفتر کرد. و عجیبه اینجا هیچ چیز عوض نشده. معلومه، مگه کسی دلش میاد دست به ترکیب اینجا بزنه؟ همش یادگار اون خدا بیامرز. نه منظورم تو این 2 هفته نیست، کلا میگم. من آخرین باری که اومدم اینجا که اجازه بدید، بله 15-16 سال پیش بود. اینجا حتی یه رنگ هم نخورده همینجوری. آقا 15-16 سال؟ بله. خارج تشریف داشتی؟ خارج که نه، ولی خب بودم دیگه، همین دور و برا، این گوشه اون گوشه، این شهر اون شهر.
این چرا این درا قفل؟ چرا که قفل نباشه؟ هر گوشه یه اینجا ماره یاد مرحوم رکن‌آبادی میندازه. بله آقا. بله آقا، خدا رحمت شو کنه، دور از جون شما یه تکه جواهر بودن. یعنی شما اینقدر پدر منو دوست داشتی؟ بله آقا، عرض کردم که بله نسبت ماه بودن آقا، ماه. خیلی ممنون، ولی اینجوری که نمیشه کار کرد. تا ابد که نمیشه عزادار بود. بعد درها رو پنجره ها رو باز کرد، بعد چراغ دل رو روشن کرد تا بتون آدم کار کنه. بله. کلیداش هست؟ بله. کجاست؟ همینجاست. میشه خواهش کنم؟ همینجاست. باز کنین، درها رو باز کنین، یه نگاهی بدون. چشم، حتما. اما آقای رکن‌آبادی، مطمئن باشین که هیچی دست نخورده. بله آقا. خواهش میکنم، اختیار داریم. من خواهش میکنم. منظوری نداشتم، نه در که باز میشه اصولاً یه انگار یه بعد تازه ایجاد میشه. اینجوری آدم خیال میکنه همه جا بن‌بسته. بفرمایید. بله بله، اینجا اتاق مشاوره شون بود. خدا بیامرزدشون، اصلاً هیچ اهمیتی به مال دنیا نمیدادن. بله آخ، حق البکاله رو هر کسی که هر چقدر میداد میگرفتن. بله. حق مشاوره رو همینطور. اصلا واقعا یه تیک جواهر بوده. که اینطور. آقا تشریف بیارین آشپزخونه رو ببینین. آقا جلال، آشپزخونه که دیدن نداره. شما بفرمایید دو تا چای بیارین. نه نه نه، خواهش میکنم، من چای نمیخورم. من فقط اگه میشه قهوه بهم بدین، دهنم خوش بدین. عادت دارم. آقا قهوه؟ اشکالی داره؟ نه آقا، دشمنتون اشکال داره. آقا آخه قهوه ما نداریم که، مرحوم پدرتون عادت داشتن همیشه چای میل میکردن. خب بهتره بدونین که من با پدرم خیلی فرق میکنم. اجهات بسیار زیاد، هم در شیوه زندگی شخصی، هم در نحوه سلوک اجتماعی و هم در روش های کاری و مدیریتی. در واقع من همیشه از منتقدین پدرم بودم. اما حیف ایشون هیچ وقت به نظرات من توجه نمیکرد. حالا وقتمون رسیده که من نظراتم رو پیاده کنم. مثلا همین آشپزخونه، دفتر وکالت، آشپزخونه میخواد چیکار؟ آشپزخونه به این بزرگی؟ آقای رکن‌آباد، اینجا در واقع آبدارخونه است. میدونین این آپارتمان مسکونی بوده، آشپزخونه شو دست نزدن، همین شکلی مونده. بله. خب دیگه بدتر، دیگه بدتر. بله. حالا شما تشریف بیارین اینجا رو ببینین. ببینید اینجا کتابخونه شون بود. اجازه بدین، خواهش میکنم. ببخشید ببخشید، این کلیدای خوده. بفرمایید، اینجا کتابخونه است. اون مرحوم اینجا بیشتر از 2-3 هزار جلد کتاب داشتن. 2-3 هزار جلد؟ بله. بد نیست؟ ببینیم به درد کی میخوره، زنگ بزنیم بیام ببرن. بفروشینش همه شونو یه جا. بره. ببخشین، متوجه نشدی چی هست؟ چرا چرا؟ ببخشین، اما به کجا زنگ بزنم؟ نیازمندی های روزنامه رو نگاه کنین، خودتون متوجه میشین. چشم چشم. آقا ببخشید جسارت نباشه البته، ولی میگم حیف نیست میخواین این کتابا رو بفروشین؟ پدر خدا بیامرزتون خیلی به اینا علاقه داشتن، یعنی به همه وسایل اینجا. همون حیف بابام بود که مرد. کتاب وقتی حیفه که نخونیش. شما اهل خوندنش هستی؟ من؟ نه والله. شما چه تو خانم باحالو؟ من خیلی دوست دارم آقای رکن‌آبادی، اما خداییش اصلا وقت ندارم. فرصت چون نداری؟ پس همون بهتر که بفروشیمش. کتاب رو باید داد دست کتاب خون، بعد بفروشیم به کسی که بخونتش. نه آقا خیلی هم خوبه. یه خدا بیامرزه واسه ایشون هم هست. خدا رحمت کنه همه رفتگانتون. خدا بیامرزه هم واسه شما. اونجا هم اتاق خودشون بود.
میخوایم بازش کنی؟ اگه شما رو ناراحت میکنه میتونی بذاریم واسه یه وقت دیگه. نه چرا که نه، باید بالاخره. بفرمی. به این میگن عدم استفاده بهینه از امکانات. سه تا اتاق، یه آشپزخونه بزرگ که تهشون تهه، یه حال درندش که تهشون تهه، برای کی؟ برای یه شغل، یه نفر، اونم در عصر های تکنولوژی، زمانی که همه چیز به سمت مینیمالیزم. بله بله آقای رکن‌آبادی، من بارها به پدرتون گفتم یه کامپیوتر برای من بخرن، چون واقعا دستام درد میگیره وقتی که با این ماشین تایپ میکنم. اما ایشون اصلا موافق نبودن. خانم بارو خدا پدرت بیامرزه، پدر من در عهد ما قبل ترانزیستور زندگی میکرد. کامپیوتر چه میدونست چیه؟ فقط خست. خست. بیفایده است. آقای رکن‌آبادی شما میخواین این دفتر رو بفروشین؟ منظور چیه؟ بفروشن؟ یعنی چی میخوان بفروشن آقا جلال؟ مگه به این راحتی هاست؟ کی گفته من میخوام اینجا رو بفروشم؟ مگه اصلا میتونم بفروشم؟ تا قبل از انحصار وراثت که اصلا امکان نداره. آه. اونم که چند ماهی طول میکشه، تازه اگه همه وراث حاضر باشن. آقا جلال، خانم باحالو، بله، میگم پدرم راجب مالکیت اینجا چی به شما گفته بود؟ هیچی والا، خودتون که میدونین مرحوم پدرتون خیلی تو دار بودن، حرف نمیزدن اصلا. بله چطور مگه؟ هیچی، نه همینطوری پرسیدم. آقای رکن‌آبادی پس اینجا رو نمیخوایم بفروشین دیگه؟ نه بابا جان. جدی میگین دیگه؟ نه آره بابا جان. خدا رو شکر، خدا منو ببخشه، همش فکر میکردم الان آقای رکن‌آبادی بیان اینجا رو میفروشن ما رو از اینجا بیرون میکنن. اما میدونستم خودشون میخوان تو اینجا کار کنن، من مطمئن بودم اصلا. خب البته من یه فکرایی برای راه اندازی دوباره اینجا کردم، ولی خدا شاهده هر چی فکر میکنم میبینم با سر و وضع فعلی اینجا اصلا جور در نمیاد. بالاخره هر کی میخواد از در وارد بشه بیاد اینجا کار داشته باشه، اول یه نگاهی به سر و وضع ظاهری اینجا میکنه. بله با جذبش کنه دیگه. ببخشید آقای رکن‌آبادی، فضولی نباشه، میشه بپرسم که شغل شما چیه؟ یعنی چه کاری میخواین اینجا راه بندازین؟ بله من، خب در واقع شغل من میدونی یه برنامه های، یعنی چند تا برنامه مختلف برای راه اندازی دوباره اینجا دارم، ولی همطور که عرض کردم با سر و وضع ظاهری اینجا اصلا و ابد و جور در نمیاد. آقای رکن‌آبادی شما فقط دستور بدین، اصلا بلا نسبت دور از دور شما، من خودم آسینه و بالا میزنم به سر و وضع اینجا میرسم. شما فقط لطف کنین ما رو از کار بیکار نکنین. نه بابا نه، نه اتفاقاً کاری میشه کرد که نه تنها از کار بیکار نشین، بلکه به کارتونم افزوده بشه. آخه چه جوری آقای رکن‌آبادی؟ چه جوری؟ حالا عرض میکنم. یه قلم کاغذ من بدین. قلم کاغذ؟ بفرمایید بفرمایید. بفرمایید. یه دقیقه صندلیتونو من بدین. بله خواهش میکنم بفرمایید. ببین بابا جان، ببین. یک اجازه به این حرف نزدن، همسون منو پرت نکن. بله خواهش میکنم، آدم خوبی ها. تمامه اینه ماشین کن به روزنامه های صبح چاپ کنه. این وری یا اون وری؟ فرق، ببین فرق نمیکنه، اونی که تیراژش بالاتره بده به اون. چشم. آه.
یک اتاق از یک آپارتمان اداری جهت اجاره با کلیه امکانات فوری. آقای رکن‌آبادی؟ بله. یعنی شما میخواین یه دونه از این اتاقا رو اجاره بدین؟ چیه مگه؟ چه اشکالی داره بابا؟ شما راه حل بهتری سراغ دارین؟ بفرمایید، من در خدمتتون هستم. بابا اجالتاً یکی از این اتاقا رو، همه اینو، به یکی اجاره میدیم، بلکه چراغ اینجا روشن بمونه، یه خود دستمون پولی بشه، منم برم تو اتاق پدرم بشینم کارامو ردیف کنم، برنامه‌هامو بچینم، بعد ببینم خدا چی میخواد دیگه. یه سیب رو بندازی بالا، هزار تا چرخ میخوره خانم. آقای رکن‌آبادی، اگه شما یه دونه از این اتاقا رو اجاره بدین، اون آدم میاد با خودش یه منشی هم میاره، منشیش هم میخواد بیاد بشینه تو حال. نه. آخه شما فکر نمی‌کنی یه حال دو تا منشی؟ چرا دو تا؟ پس چند تا؟ یکی. چرا یکی؟ برای اینکه من اینجا ببینم نوشتم با کلیه امکانات فوری. وای، یعنی منم جز امکانات اینجا؟ شخص شما نه، بلکه شغل شما بر، یعنی منشیگری. تق 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 تق. مگه میشه؟ چرا که نه، نکنه شما از اضافه حقوق بایدتون میاد خانم. نه والا. خب دیگه کی گفته؟ آقای رکن‌آبادی، منم جز امکاناتم؟ نه، خود شما نه، شغل شما. بله. حالا هرچی. ها بله، شما اضافه حقوق بهتون تعلق میگیره. چقدر؟ چقدرش دیگه یکم حوصله میخواد. ببینید چقدرش به یه خورده مطالعه و بررسی نیاز داره. این چی میخوام بگم؟ ولی به هر حال میشود. خدا عمرتون بده آقای رکن‌آبادی. چقدر خوب شد شما آمدین اینجا. بعد چند سال حقوقمون اضافه شد. البته خدا رحمت کنه آقای رکن‌آبادی رو. بله، خیلی ممنون از همدردیتون. حالا خواهش میکنم شما لباس مشکیتون رو عوض کنیم، میخواییم کار رو شروع کنیم. چشم. میخواییم از عزا درهاییم کار رو شروع کنیم. چشم. بله، خیلی ممنونم. آقا جلال، شما هم خواهش میکنم اون روبان مشکی رو از رو عکس برداریم، میریم تو اتاق دلمون بگیریم. چشم بابا، چشم. ممنون. بگم ولی آقای رکن‌آبادی، رسمش این بود که ما شما رو از لباس عزا در بیاریم و نه شما ما رو. خیلی ممنون آقا جلال. اول روبانو بردار، بعد قبل. آه چشم. اول روبانو بعد قبل. بله، 15 متره. آب، برق، گاز، تلفن با منشی و حال و آبدارچی مشترک. طبقه دوم. نه خیر، آخه دو طبقه آسانسور رو میخواد چه کار؟ 15 متره. آب، برق، گاز، تلفن. ایوا تو این شب بو؟ پس سلامت کو. سلام عزیزم، چی شده؟ کدومشونه داره گریه میکنه؟ گوشی رو بده بهش ببینم. گوشی رو بده بهش. شاهین عزیزم، مامانی، گریه نکن، گریه نکن. خیلی خوب، خیلی خوب، قربونش برم. واسه مامان بخون، واسه مامان بخون. سلام دخترم. سلام دختر گلم. سلام، ببخشید. سلام، خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم خانم. امجد هستم، استاد امجد، برای اجاره اتاق مورد اشاره در روزنامه، در آگهی روزنامه مصدق اوقات شریفتون شدم. خیلی خیلی خوش آمدید. ببخشید چند لحظه تشریف داشته باشید، الان میام خدمتتون. آقای رکن‌آبادی. سلام عرض کردم قربان. عرض ادب و احترام خدمت جناب. بله قربان، مخلصم. امجد هستم. استاد امجد، ناشر کتاب. برای اجاره اتاق مصدق اوقاتون شدم. خوشبختم. ببخشید. اونطور که از بجناتتون پیداست حد زدم که صاحب اینجا باید باشید. قابل شما رو ندارم. متعلق به خودتون. برازنده شماست قربان. قربان شما. ممکنه بفرمایید شغل شریفتون چیه؟ از زیارتتون بسیار خوشبختم. خیلی لطف کردید که بنده رو پذیرفتید. من منظورم اینه که اتاق رو به چه منظوری میخواین اجاره کنید؟ البته عرض کنم که همونطور که خدمتتون گفتم، امجد هستم، استاد امجد، ناشر کتاب. حتما باید انتشارات امجد تا حالا به گوشتون خورده باشه، که خورده. عرض کنم که اکثر آثار مهمترین
ارزنده ترین و بهترین آثار فرهنگی و ادبی و هنری جهان شاید بدونید که در انتشارات من به چاپ رسیده و میرسه. بنده جناب ببخشید رکنوادی هستم. جناب رکنوادی، بنده 40 سال آزگاره که به طور مستمر در حیطه فرهنگ و ادب و هنر این مرز و بوم دارم فعالیت میکنم و کار میکنم و زحمت میکشم. ولی ای وای، حیف و صدها هزار مرتبه حیف، کسی قدر آدمو نمیدونه. جناب رکنوادی، کی قدر آدمو میدونه؟ برای همینه که معضلات فرهنگی ما حل نمیشه. ببخشید بفرمایید. مشکلات اساسی جامعه. سرکار خانم باور بفرمایید جناب استاد، اگه معضلات فرهنگی که به نظر من مشکل اساسی جامعه ماست حل بشه، بقیه مشکلات اجتماعی، اقتصادی، هنری و حتی سیاسی هم خود به خود حل میشه. این نظر بنده است. واقع نظر شما اینه جناب رکن‌آبادی؟ مگه نظر شما غیر اینه؟ نه خیر، نه 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 نه، نظر بندم همین. خب دست نمیدی به من؟ خواهش نمیدی محبت بفرد. بفرد. احسنت جناب رکن‌آبادی، اجازه بدید. به شما عرض کنم که اینجا کتابخونه ماست. در واقع فرهنگی ترین اتاق اینجا اینجاست. ببینیم به درد میخوره. البته که به درد میخوره قربان، و صد البته به درد میخوره. ببینیم اصلا بوی هنر و ادب و فرهنگ از همین دم در استشمام میشه. بله بله. میگم خانم بهارلو؟ بله. یا این استاد اون نیست که میگه، یا اینکه اوضاع خیلی خرابتر از اونه که فکرشو میکردی. چطور مگه؟ آخه آدمی که 40 سال به فرهنگ کار داشته میاد یه همچین جایی رو اجاره کنه؟ این حرفا به شما نیومده آقا جلال. شما بفرمایید دوتا چای بریزین. خدا رو شکر همه شدن کارشناس امور فرهنگی. پسندین قربان دیگه. بفرمایید. رکن‌آبادی هستم. شرمندم. یادم میره. عرض کنم خدمتتون که جناب رکن‌آبادی، بنده چند وقت پیش الزاماً خودم رو بازنشسته کردم. سلامت. به این امید که قشر جوان، نسل جوان به صحنه بیان و خون تازه ای رو در رگ‌های فرهنگ و ادب و هنر این مرز و بوم تزریق کنن. ولی افسوس. افسوس و هزاران هزار بار افسوس که خیالی بود واهی نپخته و خام. برای همینم تصمیم گرفتم که مجدداً آسینه رو بالا بزنم و خودم وارد گود بشم. دفتر قبلی که البته از دست رفته بود، به همین دلیل مصدق اوقات شریفتون شدم و مزاحمت ایجاد کردم. خواهش. بلکه در این واپسین لحظات عمر آخرین زور من برای فرهنگ و ادب و هنر این مرز و بوم. چی شد؟ رفتنی هستیم. نه خدا نکنه، ایشالا بعد از 20 سال. 120 سال. بله بعد از 120 سال. خب امیدوارم ما از این فرصت مغتنم حد اکثر استفاده رو کرده باشیم و با اجاره دادن بهترین اتاقمون به شما کمک هرچند ناچیزی به حل معضلات فرهنگی کرده باشیم. خب چقدر من خوشحال و خوش وقتم که شما یه همچین عقیده‌ای دارید. ای کاش آقای رکن‌آبادی همه مردم یک همچین عقایدی داشتن. ای کاش. بله. خب عقیدتون راجب اتاق چیه؟ اتاق که البته جای بسیار بسیار دنج و خلوتیه. خب. البته محیط اطرافم شرطم درست که مزاحمتی بر اتاق نداشته. البته این خدمتتون بگم که شغل بنده و رسالتی که بر دوش دارم برای احدی مشکل ساز نخواهد بود. برای احدی. بله. امیدوارم شغل و رسالت شما مزاحمتی بر بنده حقیر نداشته باشه. امیدوارم. به هیچ وجه که نداره. مطمئن باشین شما با اجاره کردن این اتاق هرگز پشیمون نخواهید شد. عجب.
ببینم واقع نظر شما اینه؟ مگه نظر شما غیر اینه؟ نظر بندم همینه. حالا خب الان چی کار کرد؟ فکر کنم باید بریم سر اصل مطلب. نه بله. کی؟ بله سر اصل مطلب، یعنی بریم قرار داد ببنیم. آه اون که بله بریم شنس بیه هرفری برش میکنم. بفرمید بفرمید. البته من میخواستم بفرمید اینجا من البته میخواستم این اتاق رو تخلیه کنم خودم برم اونجا به خاطر اون پنجره و به هر حال اینجا روحیه خوبی نداره برای من. ولی حالا دیگه نه دیگه جناب رکن‌آبادی، محبتتون رو در مورد من دریغ نفهم. نه حالا به دلیل کبر سنم که شده نه خیالتون محبتتون رو اون اتاق به هر حال اون پنجره هوای پاک نوری هست اجازه بدید که کل اینجا قابل شما رو نداره استاد. برازنده شماست. قربون شما. بفهم بفهم بفرمایید. من اینجا میدونم قرارداد چیه. اونجا مال شما. اونجا مال شما. ممنونم از من. خواهش. مراحمتون کم بشه. آقای سیل‌آبادی. بفرمایید. دستش رو درد نکنه. میگم خانم بهارلو. بله. به نظر شما این کار شدنیه؟ کدوم کار؟ همین که تو یه دونه آپارتمان دو تا دفتر باشه. اوه آقا جلال حال خبر نداری. آپارتمان هست که توش 7-8 تا دفتره. اینجا که قراره دو تا باشه همش. 7-8 تا؟ بله. بیچاره منشی‌ها و آبدارچی‌هاشون بس. خب دیگه. سلام خانم. سلام علیکم. ببخشید من برای این اتاق اجاره‌ای که فرموده بودین اومدم. متاسفم اجاره رفت. اجاره رفت؟ شما خودتون من گفتین بیا. خب آره من به همه همینو گفتم. شما دیر اومدین. خانم من دقیقاً 21 دقیقه پیش با شما تماس گرفتم. خب یه نفر قبل از شما اومده. ببخشید اصلا رئیس اینجا کیه؟ صاحبش کیه؟ صاحب اینجا آقای رکن‌آبادیه که الان تو این دفتر دارن با مستاجری که قبل از شما اومدن قرارداد می‌بندن. تو این اتاق؟ بله. خانم من حقم نمیذارم پای مالشه. من میرم معامله رو به هم می‌زنم. یعنی چی؟ چی دارین میگین؟ سلام. چیه؟ چه خبره؟ آقا جلال می‌خواد بره تو اتاق نذار. مگه کشکی آقای رکن‌آبادی جلسه دارم. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. چیه خانم؟ کیه؟ چی میگه؟ میخواد بیاد بره به زور آقای رکن‌آبادی رو ببینه. میگه چرا اتاقو به کس دیگه دادین اجاره؟ ببخشید خانم این همه اتاق اینجاست. خب یه دونه دیگه شو من اجاره بدین. ای بابا آخه هر گردی که گردو نمیشه که، مگه چه هتله؟ شما حساب ظرفیت اینجا رو نمی‌کنی؟ خانم باور کن من هیچ مزاحمتی واسه کسی ندارم. معلومه هنو ارا نرسیده. خب آقا تشریف ببرین یه جای دیگه، مگه قحطی اومده؟ من امروز فهمیدم تو اون شرکتی که دارم کار می‌کنم حقمو می‌خوره. واسه همین تصمیم گرفتم یه شرکت دیگه بزنم. شما که من گفتیم بلندشو بیاد با اونا تصفیه حساب کردم اومدم بیرون. مگه شما 6 ماهه به دنیا آمدین؟ خب صبر میکردین اول یه جایی رو اجاره میکردین بعد تصفیه حساب میکردین؟ خانم شما که نمیدین چقدر سخت حق آدم و جلو چشش بخورن. ای بابا حالا ایشالله یه جایی بهتر گیرتون میاد. روزنامه پر آگهیه. به خدا به همهشون زنگ زدم. ببین خانم اینجا از هر نظر شرایطش برای من خوبه. اصلا قیمتش همونه که من میتونم پرداخت کنم. خانوم من جای پسر شما. بچه بزرگ من همش 13 سالشه. خب جای برادرتون. به من ربطی نداره. تصمیمش با آقای رکن‌آبادیه. البته فکر نمی کنم قبول کنم. یه دقیقه تشریف داشته باشین. بچه ببخشید. خواهش میکنم. ببخشید چه مازد خستتون کردیم. خواهش میکنم من مزاحم شما. آقا مبارک باشه. مبارکتون باشه. سکار میکنم سکار خانم لطف دارید. خب جناب رکن‌آبادی اجازه بفرمایید من دیدی که بیش از این مزاحمتون نشم. اختیار داریم ما را فردا خواهم دید شما رو. من ایشان خدمتون میرسم. خدا حافظ شما. به سلامت. خواهش میکنم. خدا حافظ. در خدمتتون بودیم قربان. خواهش میکنم.
دیدی؟ مشرف فرمودی قربان شما. مواظب باشی قربان. قربان شما. مبارک باشه آقای رکن‌آبادی. هستی. کار خدا هست. سلام قربان. سلام قربان. خسته نباشی. قربان شما. ببخشید شما صاحب اینجا هستین؟ فرمایشی بود. بله اگه ممکنه من یه چند لحظه وقتی گرانبهاتونو بگیرم. در خدمتم ولی من فرصت ندارم. ان شاء الله باشه. دو دقیقه بیشتر وقتتون نمیگیرم اگه اجازه بدین دو دقیقه فقط. این موزیک. ببخشید من با منشیتون تماس گرفتم. بله. بعدش گفتن بیا. داشتیم. یعنی چی؟ برای اجاره اتاق. برای اجاره اتاق. تو روزنامه آگهی داده بودیم. بله بله در جریانه. بله. در جریان. بعد گفتن بیا. و حالا که من اومدم میگن اتاقو اجاره دادی. درست آقای آقای مهندس ببینید عزیزم ما یه اتاق داشتیم بل. دادیم اجاره به همین آقای محترمی که رفتم آقا به خود منم محترمم اختیار داریم ما که نگفتیم شما محترم نیستین گفتیم یه اتاق داشتیم دادیم اجاره همین ببین آقای مهندس تمام زندگی من بسته به این نظر شماست شما که این همه اتاق اینجا دارین خب یه دونه دیگه شما من اجاره بدین نمیشه جانم نمیشه آقای مهندس چقدر سرتقه آقای مهندس ماشین خالیه که آقا میخوایم بیرونش کنم؟ نه عزیز من اجازه بده اجازه بده گردن کلفتی که نیست بیمی برادر من هر جایی یه ظرفیت داره اتاق تنها که ملاک نیست فضاهای مشترک رو هم باید حساب کرد تازه منشی آبدارچی مشترک بله تازه پس برده اگر برای هر کدوم از اینا یه چارت مشتری بیاد میدونی اینجا چه بلبشویی بشه بله نداریم خب منم همین رو میخوام خدمتتون عرض کنم شما نمیذارید من اصلا مشتری ندارم خب این چه شغلی نه یعنی مشتری دارم اونتا اونا انقدر کله گندن که نمیان اینجا من باید برم تو خدمتشون آره بله من شما چی کاری من نکیسا هستم نکیسا چه شغلی مهندس راه ساختمان البته مهندس مشاور کارم طراحی ساختمان برای این ارگان‌ها و نهادهای دولتیه. آره؟ بله. مثلا سد، فرودگاه، بندر. دیگه کوچیک کوچیکش طراحی این برج‌های 20 طبقه است که شما در سراسر تهران می‌بینید دیگه. آه این نکیسا عجب شغل مهمیه. نه اسمم نکیسا. پردرآمد. اسمم. اما اصلا بهتون نمیاد جدی میگین اینا رو؟ من اون روز ظاهر که نمیشه قضاوت کرد باور بفرمایین اگه این اتاق من اجاره بدی من هیچ مشکلی برای شما ندارم صبح میام میرم تو اتاق شب میارم خونم یه چند دقیقه شما به من فرصت بدی؟ یه جلسه بفرمی ببخشید آقای نکیسا این آشپزخونه با سقفش چکه میکنه میشه درست کرد؟ شما سقفتون ایزوگامه؟ من چه میدونم چیه؟ خب بعد اول بریم بررسی کنیم ببینیم چیه جریان آقا جلال بله آقا مثلا جلسه داریم معذرت میخوام حالا میگید چی کار کنیم؟ البته از استاد سرها ولی با این حال من استادو ترجیح میدم حالا خودتون فکر کنیم من بغل استادم آقای دکتر بودی شما دیگه چرا آخه؟ بابا این همش قمپوزه این از پس اجارهش هم بر نمیاد یه وقت گوله حرفاشو نخورید نا از اینا گذشته آقای رکن‌آبادی من و این بنده خدا باید منشی و آبدارچی سه نفر باشیم همین خانم ما که راجع به این قضیه مفصلا حرف زدیم نکنه شما از پول بدتون میاد نه اضافه حقوق؟ بله یعنی آقای دکتر بودی اضافه بر اون اضافه حقوق قبلیه؟ بله دیگه که البته هنوز مبلغش معلوم نیست چقدره معلوم میشه خانم معلوم میشه عرض کردم که یه خورده فقط حوصله میخواد یه خورده من باید بشینم تو اتاق بررسی کنم مطالعه کنم ببینم چند درصد چجوری چی به چیه بررسی میخواد چون استاد چی گفت استاد چه چیزی رو چه تأثیر رو من گذاشت راستی؟ اصلا یادم نبود آقای رکن‌آبادی یادتون استاد چقدر رو خلوتی و دنجی اینجا تاکید داشته؟ آره دیگه من فکر استادم البته اینم بگم
اینم خیلی ساکتون عجیبه عزیزم، قبول، اما راضی کردن استاد با خودت. ببخشید جناب مهندس راضی کردن استاد با خودم. بعدم میخواستم بگم درسانی ما الان در دنیای امروز داریم زندگی میکنیم. امروز روز یه دونه میز، یه کمی نور و چند سیسی هوا برای اون که اهل کار باشه کافیه. حرف قشنگیه. شما ژاپن رو ندیدی؟ مگه شما دیدی؟ یعنی تا حالا تو ژاپن زندگی کردی؟ نه خیر. خب پس چی داریم میگین؟ بابا این فیلم و سریالی که از تلویزیون درباره ژاپن پخش میشه شما دقت کنی؟ راست میگه. راست چی بود؟ تاناکورا بودش پخش میکرد. برنج تروبچه میخوردم و همش هم از صفر شروع میکردن. خیلی قشنگ بود. من هر موقع دیگاه میکردم آر آر گریه میکردم. آقا جلسه داری؟ بله داشتم عرض میکردم. ببخشید آقای مهندس شما اگه دقت کرده باشید. بله آقای رکن‌آبادی معذرت میخوام. یه سالن خیلی بزرگ، یه اتاق خیلی بزرگ. بله. همینجور پشت سر هم میز گذاشتن تا چش کار میکنه همینجور میزه. ژاپن. بله. آدما نشستن پشت این میزا فقط کار خودشونو میکنن. ببین. اصلا بگین یه ذره به این بغل دستیشون نگاه میکنن نگاه نمیکنن. فقط سرشون تو کار خودشونه. کار خودشون. اون وقت مدیرشون یا رئیسشون هم یه میز گذاشته دم در به کار اونو نظارت میکنه فقط. دور از جون. یعنی زبونم لال آقای رکن‌آبادی برن بشینن دم در حال بی ادبی نباشه؟ آقا کار که آر نیست. بیا ادبی نباشه چیه؟ من اینجا رو که نمیگم هر کی برای خودش یه اتاق داره. میره درم میبنده کارو خوش میکنه که به کسی هم کاری نداره. من اونجا رو گفتم. خب من حالا ببینم من میخوام بدونم مطمئن نمیتونی استاد رو راضی کنی؟ ایشون خیلی هم خوشحال میشن برای جوانی مثل من یه موقعیت شغلی ایجاد شه. خیلی خوب. غیر از اینه؟ نه. به قول خود استاد همین. پس در این صورت آقا شما فردا تشریف بیارید. چرا فردا؟ حالا عرض میکنم شما فردا تشریف بیارید برای اینکه استاد فردا میاد. فردا که اومدی من با استاد صحبت میکنم. شما وقتی که با استاد صحبت کردی ایشون راضی کردی من قرارداد اون اتاق رو باید میبندم. اون اتاق دیگه مال شما. ببخشید آقای مهندس من میگم چرا فردا؟ همین فردا فرداست که باعث عقب موندگی ما میشه. ببین آقای مهندس ما بیام یه قرارداد با همدیگه ببندیم. خب اگه فردا استاد مخالفت کرد خب قراردادو فسخ میکنیم. آقا باید ببین باید قول بدی. قول میدی؟ اصلا کتبا مینویسیم تو قرارداد بنویس. که منوط به اجازه کتبی بنویس. استاد آقا بنویسیم. آقا آقای رکن‌آبادی بود بله ببخشید من تا یادم نرفته یه چیزی خدمتتون عرض کنم. بگو فکرتو بگو. بگو عقیدتو بگو بره. پیشنهادتو بده. آن چه میخواهد دل تنگت بره. بگو جلال جون فرقی نمیکنه. تو این جواب دار چی هستی من اینجا مدیرم. اما هر دومون انسانیم داریم که با هم دیگه زیر سقف زندگی میکنیم. این فکرشو میگه عقیدتشو میگه من اجرا میکنم. من عقیدمو میگم ایشون اجرا میکنه. هیچ فرق نمیکنه. یک وضعیت برحال یکسان برابر خوب بالا پایینم نداریم. بله فکرشو بگو عزیزم. یعنی پس فردا من و شما میخوام با هم دیگه زندگی بکنیم؟ همینه. بله بگو جلالشو بگو. آقا اصلا یادم رفت چی میخواستم بگم. ببین من با کیا دارم زندگی میکنم؟ ببین من با چه افرادی باید سر کله بزنم؟ میگم حضور استاد واسه اینجا مناسبه همین. یک انسان فرهنگی فرهیخته. خیلی خوب حالا چرا دیدیم وقت تلف میکنیم؟ چیکار کنیم؟ منم یادم رفت. قرارداد. آها قرارداد تو رو میبندیم. داشت یادم میرفت. آها بیا دیگه خوش آمد دیگه. تصمیم میگیرم. آدم باید سریع تصمیم بگیر. بچی شد کو؟ آقا رو باش. بعد از این همه کش و واکش رفته ببین از اتاق خوشش میاد یا نه. تو خوبی؟ بله خوبه. ببخش اینجا رو مهندس این میز و صندلی هم روشه دیگه. نه دیگه نشد. ببین شک کردی. شک تو کار نه. حرف اون دوتا نشد. بله البته اون میز صندلی روشه منتها اجارش میره بالاتر. میتونی بدی؟ شما واقعا منو دست کم گرفتی. بچه‌ من فقط کافیه پول یکی از پروژه‌ها بگیرم کل اینجا رو میتونم بخرم.
نه دیگه خالی نبم. چقدر دروغ و درنگ درست نه. باور کنید درست میگم. من پروژه خیلی بزرگ دستمه. اگه اینجوری باشه که عالیه که. ها خانم والی. خیلی عالیه. اگه اینجوری باشه ما به وجود شما افتخار میکنیم. متشکرم. ها؟ اسمین قرارداد ببندیم. چیه قرارداد اجاره رو دیگه. حجمه شماست. قرارداد فروش هم هست. نه حالا همون قرارداد اجاره رو با هم ببندیم بهتره. اون وقت شما بهتر منو میشناسید. میتونیم صحبتای بزرگتر بکنیم. نه 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 همون قرارداد اجاره رو فعلا. خواهش میکنم بفرمایید. مگه شما نه نه خواهش میکنم آپارتمانای چیز ندین خب. بله بله بفرمایید. خب میتونیم معاوضه توضیح میدم خدمتتون بفرمایید. ای بابا. آقای رکن‌آبادی یه لحظه. آقا ببخشید دفتر رو میخواد بفروشی بره؟ مالو بیچاره شدی. خدا این دستگاه چقدر اذیت میکنه. خدایی بده لاغای رکن‌آبادی بنداز یه دونه دستگاه کامپیوتر برای من بخره دست این قرازه راحت شم. اینه. سلام عرض شد خانم. سلام. ببخشید اگه برای اجاره اتاق اومدیم باید بگم که همه اتاقا رو اجاره دادیم. اتاقا رو؟ بله. کدوم اتاقا رو؟ اتاق کتابخونه و اتاق مشاوره رو دیگه. خواهش میکنم اصرارم نکنید. خواهش میکنم ازتون. جالبه. مبارک باشه خانم. خیلی متشکرم. ولی من نیومدم اتاق اجاره کنم. اومدم آقای رکن‌آبادی رو ببینم. ای وای من خیلی ازتون عذرخواهی میکنم. معذرت میخوام. من فکر کردم شما واسه آگهی روزنامه اومدید. خیلی ببخشید. میشه خدمتشون برسنم؟ کسی پیششونه. خواهش میکنم چند دقیقه تشریف داشته باشین. صداتون میکنم. آدا خوشون اینجا. بله بله. من الان بیام میشینم. لطف میکنین. من بازم عذرخواهی میکنم. بفرمایین. ای بابا عواص نمیمونه واسه آدم که. خانم خیلی ممنون. خیلی لطف کردین. واقعا ازتون سپاسگزارم. قرارداد از فردا بیام کارمو شروع کنم. ان شاء الله مبارک. خودم خیلی ممنونم. خدا باشه. خدا سلامت زنده باشین. ببخشید. بگم کی اومده؟ من سوری هستم. بله. ولی شما بفرمایید سوری اومده. سوری. سوری. چشم. چشم. ببخشید آقای رکن‌آبادی. جانم. یکی از دوستاتون تشریف آوردن آقای منصوری. کی؟ آقای منصوری. گفتن بگم سوری. شما میشناسینشون؟ چی؟ سوری. میخواید دست به سرش کنم؟ نه بابا نمیشه. جانم بفرمین. مزاحم که نیستم. سوری جون رکنی جون قربونه جون چطوری؟ تو چطوری؟ حالت خوبه؟ تو دیگه اینجا برو پیشون جانم عجب بهت میاد حمیدی بابا مرد حمیدی قربون روحش برم آخه گره نکن گره نکن آب گروه نگیر بهت نمیاد خیلی خوب باش 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 آخه ناسلامتی تو عقل داری چرا؟ آخه برای سر سلامتی که شیرنی نمیاره قربونت برم میدونستی؟ آره شنیدم آخه ببینی بعده که من همیشه زیری سایت بودم رکنی جان منتها منتظر یه فرصت مناسب بودم تا خدمت برسم خب سخت بابا که شنیدم گره میخوای دفتر خدا بیاورز رو آمدی خب من اومدم یه شیرنی هم خریدم که به تبریک بگم برو به موقع بیاد خبرها ببینی بعضی خبرها رکنی جون خیلی زود به آدم میرسه مصلحت ها مخصوصا اگه عجیب غریبم باشه عجیب غریبه آره دیگه عجیب غریبه دیگه رکنی رو من اینجا میبینم تو این دفتر بابا مرد
اومدم دفترش را بندازم. یه نفر باباش مرده، دفترش میخواد را بندازم. اون یه نفر نه، ولی تو چرا؟ من چه من؟ روکی، بالاخره من تو رو خوب میشناسم. جون سوری، با چه کلکی میخوای سوار کنی؟ کلک چی با میان حرفا کدومه؟ کلک آدم بخواد دفتر پدر مرشون را بندازه، کار کنه توش. تو کار؟ تو یه دفعه کار کردی برای هفت پشت خودتو من کافیه. بفرما اینی چی میگی؟ ای بابا نه دیگه بابا. تو هنوز این دستت؟ بله چه که بابا یه ماجرایی بود تموم شد رفت پی کارش. ول کن تو رو خدا، بیخیال شو. بدش راکنی، بدش به من. چیچیر بیخیال شو بابا، اون سرمایه پس اندازم بود عزیزم. چیچیر بیخیال، کتم رو دو روز دادم به تو بپوشی، هنوز که هنوز تنت پس ندی. این کت تو بود؟ برو قربونت. چیچیر برو قربونت برم؟ سقز میجام، حوصله ندارم. برو سقز میجایی؟ آره. بجا، انقدر بجا تا خسته بشی. بفرما. اینی چی میگی؟ اصلیه اینه، اون فوتوکوپیش بود. خندم گرفت. تو دیگه کسی؟ تو دیگه کسی؟ رفیقت هم دیگه. میدونم خیلی فقط اومدی اعصاب منو خورد کنی و بری. همین میدونم کارت اینه. خب عزیز من چی کار کنم اینو؟ حالا یباش، حالا آبرو من نره. خب یباش، اجازه بده. باش من اینجا آبرو دارم. عزیزم چشم، من یه کاری میخوام را بندازم، یه چند ماهی بگذاره به قول خود دستم پولی بشه، طلب تو رو میدم. چشم. ببین الان بغض گلمو گرفت، درسته من نامردی کردم. من نباید این کارو میکردم، ببخشید. من نامردی کردم، این کارو کردم، پشیمونم. ولی من به تو بده کار خواهش میکنم ازت، این چی که بده من، بذار تنگیزی به خودم باشه، دلم تاب تاب نکنه، با خیال راحت پولتو بدم. اصلیه؟ آره. اطمینان دارم بهت، دست دارم. اصلیه دیگه؟ آره اصلیه. خب قربونت برم، قربونت برم، میبینم. ببین یادم نمیره. روکنی اصلا یه فکری دیگه جانم، مگه تو نمیخوای اجاره مستجیراتو بگیری بدی به من؟ تو از کجا میدونی من اتاقا میخوام اجاره بدم؟ میدونم. عجب مارمولکی. چی مارمولکی؟ مگه قربونتون من نمیخوای اجاره اونا رو بگیری بدی به من؟ خب از خود من اجاره بگیر، یعنی یکی از اتاقاتو بده به من. یعنی چی؟ یعنی چی نداره؟ امکان نداره. چی رو امکان نداره بابا جون؟ بابا مگه من چیم از اونا کمتره؟ بابا دو تا اتاق بوده. خب یکیش دادم به یه مهندس، یکیش دادم به یه ناشر، پرونده هاش پیش منشیمه، قراردادش پیش منشیمه. خب اتاق خودت بده. من ناسلامتی، من اینجا مدیرم. آقا ما قانه هستیم، آشپزخونه تو بده به من. آشپزخونه رو؟ آره. تو میخوای آشپزخونه رو بکنی مریضخونه؟ آره. مریض بیاری، علیل بیاری، پانسمان رو بدزیم؟ آره. بهداشتی هم هست، کاشیکاری و آب و برق و این چیزا هم داره، با کار منم جور در میاد. تخصص داری دیگه؟ آره تخصص. آره مخوردن تخصص داری عزیز من. این بله تخصص من، کارم خیلی مفیده، بین المللی هم هست. بایزاشوی کار مفیدی هم. آره خب تا حالا کدوم گور این تخصص انجام میدید؟ حالا برو اون گور. نمیشه رکنی. چرا؟ این دکتری که من دارم پیشش کار میکنم داره اصلا بهم داره حسادت میکنه. منم نمیتونم تحملش کنم، میخوام بیام بیرون. بگو داره اخراجم میکنه. حالا هرچی حسادت میکنه بیام. چیکار کنی؟ نمیشه عزیز من، قربونش من اینجا ملکم اجاره نمیخوام بدم. دست بگی با مردونگی کردی این چکو دادی. برو آره. برو تحمل داشته باش. باشه. برو فراموشت نمیکنم. پس نمیشه نه؟ نمیشه. رکنی جون فردا تو دادگاه میبینمت. اونو ولکام. فوتوکوپی بود اینه؟ آره آره.
اینو میذارمش اجرا. نمیذاری؟ میذارم. نمیذاری؟ میذارم. ما 30 ساله با هم رفیقیم. آره. چند ساله؟ 30 سال. 30 سال رفیق بودیم. اگه رفیق بودیم ما دست رد به سینه من نمیزدی. نزدم. ببین هر چی بین ما بود تموم شد رفت فردا تو دادگاه میبینم. خدا حافظ. ببین خیلی خوب بیجا. آخر آبروی منو ببری آبرو خودت میره. خاک بر سرت. خیلی خوب. چی میخوای بگی؟ خدا به داد من برسه با این همه آدم و یه ذره جا و داد بیداد همسایه ها. Thank you.